اکنون توجه شما را به گزارشی از بحران حاکمیت آخوندی در اثر شکست برجام جلب میکنیم. برجام بی فرجام شیخ حسن روحانی و شعبده بازی مذاکراتی که خامنه ای به گفته خودش از طریق سلطان نشین عمان آن را شروع کرده بود، در اثر کارزار روشنگرانه مقاومت ایران و رسوایی عالمگیر برنامه ضد میهنی آخوندها برای بمبسازی اتمی در سومین سال خود به بحران مرگبار در درون حکومت آخوندی تبدیل شده است. آخوند جنتی رئیس خبرگان ارتجا کاسه‌کوزه شکست و بنبست نظام ولایت فقیه را روی سر رئیس جمهور ولایت فقیه شکسته و میگوید دلبستن به اروپایی ها برای ایفای تعهدات برجامیشان سفاهت است. وی باند روحانی را مورد حمله قرار داد و گفت برخی خیال می کنند که با خروج آمریکا از برجام اروپایی ها برای ما کاری می کنند، در حالی که آنان نیز امروز و فردا می کنند و هیچ وقت کاری به نفع ما انجام نمی دهند. جنتی با سوز و گداز افزود همین فرانسه از مجاهدین دعوت می کند، برای آنان جلسه می گذارد، از آنان پذیرایی می کند و ضد جمهوری اسلامی تقویتشان می کند. جنتی فضیحت درماندگی ولی فقیه ارتجا را که گفته بود برجام را آتش می زند ولی هنوز دنبال کبریت می گردد در منتهای خرفتی و بلاهت برملا کرده و می افزاید رهبر معظم فرمودند که اگر آنان برجام را پاره کردند ما آتش می زنیم، اما این کار را نکردیم و حالا باید این کار را بکنیم. بیانیه اجلاس پایانی خبرگان ارتجا هم بیهوده تلاش کرده خامنه ای را از این فضیحت برکنار نشان بدهد و نوشته است وزیر خارجه برخلاف مسیر مذاکرات اعلامی از خامنه ای اعلام می دارد که هدف برجام اقتصادی و رفع تحریم ها نبود. این به معنای انحراف از راهبرد اصلی مذاکرات در رفع تحریم ها و کوتاه آمدن در برابر دشمن است. محسن کوکن عضو مجلس ارتجا با اشاره به نظر برخی مهرهای همسو با باند روحانی مبنی بر لزوم ادامه مذاکرات با اروپا بر سر موضوع موشکی گفت ما با طناب پوسیده اروپایی ها به چاه برجام رفتیم و این افراد ابتدا باید بگویند برجام چه منافعی برای ما در پی داشته است که بخواهیم این مذاکرات را با موضوعات دیگر ادامه دهیم. از سوی دیگر جهانگیری معاون اول روحانی لاعلاجی نظام در ماندن در برجام را به نمایش گذاشت و به خبرگزاری صدا و سیمای رژیم گفت باید هر چه زودتر با اروپایی ها به نقطه مشترک خوبی برای بهره‌مندی از مواهب برجام برسیم و به هیچ وجه نباید در مسائل منطقی خود که به سرنوشت کشور و ملت بستگی دارد تصمیم گیری احساسی داشته باشیم.